سلام، وقت شما بخیر. به یک قسمت دیگه از فردگرام خوش آمدید. من بنیامین صدر این هفته و در این فردگرام نگاهی دارم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در یک هفته اخیر به هشتگ‌های انتخاب شده. ایران will survive. We have survived in the past. We will survive in the future. دوام می‌آوریم. واکنش کاربران به صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف در روم. زلزله کرمانشاه، هشتگی درباره زلزله‌های استان کرمانشاه و وضعیت بازسازی شهرها در یک سال اخیر. پوست حیوانات لباس ما نیست، واکنش کاربران به تبلیغ برای پوشیدن پوست حیوانات. در ادامه این فردگرام، ادامه تظاهرات کارگری در چند شهر جنوبی ایران. این هفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روم ایتالیا، درباره پیامدهای تحریم‌های آمریکا در اقتصاد ایران گفت که ایرانی‌ها در جنگ 8 ساله با عراق دووم آوردند و حالا هم در برابر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دوام می‌آورند. این حرف‌های آقای ظریف واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. خیلی از کاربران با نگاهی انتقادی به اون پرداختند و گروهی هم از آقای ظریف حمایت کردند. سارا در انتقاد از این گفته های آقای ظریف توییت کرد: مردم در مقابل فشار تحریم ها مقاومت کنند، اما نمیگن چطور باید مقاومت کرد وقتی رمقی برای مردم نمونده. باید از ایشون بپرسیم آیا شما هم برای هزینه غذا یا مسکن یا درمان مشکل دارید یا نه. در مقابل امیر جمشیدی توییت کرد: ظریف بد جوری اینها رو میسوزونه، چون کاربلده، نماد عقلانیت نظامه و هنر بازی با کارت‌های ضعیف برای بهترین نتیجه رو هم بلده. یک حساب کاربری به نام پسرباد هم نوشت: از هلال شیعی و امپراتوری اسلامی و حسینی کردن کاخ سفید رسیدن به دوام می‌آوریم. زوال شتابان استبداد دینی زیبا نیست؟ فائزه عبدیپور هم در حساب کاربری توییتر خودش نوشت: ما که آره دووم میاریم، شک نکنید، ولی شما رو شرمنده ایم. کاربری به نام آراد هم توییت کرد: این جمله دوام میآوریم رو کسی گفته که 40 ساله حتی یه دونه نون از سر کوچه نگرفته. چه میدونه شرمنده زن و بچه بودن یعنی چی؟ با پول شاه از آمریکا مدرک گرفت و همونجا کلنگ انقلاب رو زد. از شیما بابایی که از مخالفان حجاب اجباری در ایران بوده و به تازگی ایران رو ترک کرده، از دیده‌های خودش درباره حرف‌های آقای ظریف در شبکه‌های اجتماعی پرسیدم. اونطور که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم، اغلب کاربرهای ایرانی از این واژه آقای ظریف بر علیه خودشون استفاده کردن و گفتن که دووم میاریم تا روزی که نابودی جمهوری اسلامی رو ببینیم. نظر خود من هم همینه. اول سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چه کسی قرار دووم بیاره؟ حکومت جمهوری اسلامی قرار دووم بیاره که سالها سرمایه ملی ایران رو، ایران و مردم رو به تاراج برده و ثروتمندتر شده، یا مردمی قرار دووم بیارن که تو این سالها روز به روز فقیرتر، افسرده‌تر، عصبانی تر و ناامیدتر شدن؟ و از قشر کارگر و دانشجو، منتقد و روشنفکر، هر کس که اومد تو این سالها حقوق اولیه خودش رو طلب بکنه و اعتراض بکنه به این حکومت، با شدیدترین سرکوب‌ها، شکنجه و زندان مواجه شد. حکومتی که دستاوردی نداشت تو این سالها جز هزاران هزار اعدامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، و مردمی که واقعا تو فقر دست و پا می‌زنن و حقوق اجتماعیشون هم رعایت نمی‌شه اونجوری که باید رعایت بشه. زلزله یک شنبه شب این هفته در استان کرمانشاه و مصدوم شدن بیشتر از 700 نفر در برخی شهرهای این استان مثل سرپل ذهاب و گیلان غرب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری پیدا کرد و خیلی کاربرها با مقایسه این زلزله با زلزله سال گذشته کرمانشاه که تقریبا همزمان هم بود، از روند بازسازی شهرها و روستاهای تخریب شده در زمین لرزه سال پیش انتقاد کردند.
بسیاری از کاربرها به این موضوع پرداختن که چرا بعد از یک سال هنوز هم خیلی از زلزله زدگان سال پیش استان کرمانشاه در کانکس و چادر زندگی میکنند و پولهای بازسازی کجاست؟ یک حساب کاربری در توییتر به نام کوروش کبیر نوشت کنفرانس وحدت اسلامی در تهران با بریزو به پاش برگزار شد. این در حالیه که هنوز زلزله زدگان کرمانشاه در چادر و کانکس به سر میبرند و ستاد حل بحران در خواب. محمد شمس‌آبادی اما با کنایه به دولت توییت کرد تدبیر یعنی این که یک سال بعد از زلزله کرمانشاه جوری کار کنی که چون مردم هنوز تو چادر هستن اگه 6 ریشتر هم زلزله بیاد اتفاقی نیفته. شوهر آهو خانوم اما در توییترش با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به مسئولان نوشت مردم سرپل ذهاب باید قدردان نظام باشند که بعد از گذشت یک سال هنوز در کانکس زندگی میکنن، وگرنه امشب یعنی روز زلزله ممکن بود زبونم لال زیر آوار بمونن. یک حساب کاربری به نام مستر اماد هم با انتقاد از چهرهای سرشناس یا همون سلبریتی ها توییت کرد زلزله برای مردم عادی حکم قرعه کشی برای سلبریتی ها رو داره. هرچی ریشترش بیشتر باشه درصد بخت آزمایی سلبریتی ها هم بیشتر میشه. کاربری به نام داریوش اما از مشکلات مراکز درمانی منطقه زلزله زده سرپل ذهاب توییت کرد و نوشت که بیمارستان سرپل ذهاب پزشک متخصص ارتوپد نداره. پس از زلزله و مراجعه مصدومان به بیمارستان سرپل ذهاب ظاهرا هیچ پزشک متخصص ارتوپدی در بیمارستان وجود نداشته و روند اعزام مصدومان همونطوری که داریوش توییت کرده با تأخیر و کندی همراه بوده. پوست حیوانات لباس ما نیست، موضوعی که به بهانه انتشار تصویری ظاهراً قدیمی از سار بیات، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، این هفته دوباره در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و خیلی از کاربرها نوشتن که چرا در این باره اطلاع رسانی درست انجام نمیشه و از اون مهمترین که چرا خیلی از چهره‌های سرشناس یا همون سلبریتی‌ها خودشون به رونق فروش پوست حیوانات در ایران کمک میکنن. به حساب کاربری به نام صدای عشق هم در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی نوشت که خرید پوست و خز رو تحریم کنیم تا متقاضی نباشه جنایتی هم رخ نمیده. آنیتا شاپوری اما توییت کرد گول تبلیغات شیک محصولات چرم پوست و خز رو نخورید. خرید اونها یعنی شراکت در مرگ زجرآور حیوانات. یک حساب کاربری به نام نیش هم در توییتر با اشاره به تصویر سار بیات نوشت خیلی دردناکه کسی که عنوان سفیر صنایع دستی ایران رو یدک میکشه به جای این همه هنر زیبای ایران پالتو پوست روباه رو تبلیغ میکنه. مهدی خرمدل اما درباره عکس سار بیات در توییتر با دفاع از این بازیگر نوشت این عکس خانم بیات قدیمیه و با عکس نمیشه تشخیص داد پالتو پوست طبیعیه. عکس تبلیغ برند یا فروشگاه نیست و یک پورتره از بازیگر با گریم و لباس استدیوست. زهرا کشوری اما در پاسخ توییت کرد من نمیدونم این پالتو پوست روی تن سار بیات روباه واقعیه یا مصنوعی، ولی با توجه به جایگاه و تاثیرگذاری و تبلیغ پالتو پوست حیوانی پوشیدنش اشتباه بزرگیه. چه واقعی چه مصنوعی پیام تلخش رو میرسونه. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست که خودش درباره این موضوع مطالبی رو در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده درباره نگاه عموم کاربران و ضرورت پرداختن به همچین موضوعی برای ما بیشتر توضیح میده. در ایران ما تجارت سیاه مرتبط با حیات وحش داریم که در ملای عام در روز روشن داره انجام میشه. مثلا شما میبینید سایت ها و کانال های فروش حیوانات حفاظت شده، فروش پلنگ، فروش خرس، فروش نمیدونم پرندگان مثل میشمر، خوبره، اصلا وجود داره سایتش، ما میبینیم و خیلی هم آدرس دارن، اینا تلفن میدن، نشانی میدن، شما مراجعه کنید. و یا همین فروش لباسایی که از پوست حیوانات تهیه شده، خب یه مقدارش گفته میشه که اینا نمیدونم از اروپا میاد یا میگن که نمیدونم اینا مصنوعیه، اما ما عملا داریم میبینیم که یه سری کانال ها هست که پوست طبیعی رو دارن میپوشن و یا کاملا این شبهه وجود داره که این میتونه به یک تجارت، یک شغل در منطق دورافتاده ایران تبدیل بشه، جایی که جامعه محلی متاسفانه فرصت اشتغال خیلی گسترده‌ای نداره. به هر حال این تجارت سیاه به شکل کاملا آشکار و گسترده‌ای وجود داره در فضای مجازی، اینا کانال دارن، نمیدونم تبلیغ میکنن، بازاریابی میکنن فروش محصولاتشون رو. خوشبختانه در نقطه مقابل باید این رو بگم، مثلا باستا به این مطلب مربوط به
پوست نشون داد که به شکل گسترده‌ای توی جامعه هم حساسیت وجود داره، جامعه هم پیگیری میکنه. اما به هر حال اگر مشتری وجود نداشته باشه اون تجارت سیاه شکلی میگیره، حتما مشتریش وجود داره که اون رو برن فعالیت میکنه. این هفته هم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد میریم برای مرور مطبوعات ایران و بازتاب هشتگ های انتخابی این هفته در روزنامه ها. مهتاب، همونطوری که میدونی زلزله یک شنبه کرمانشاه تا چند شهر این استان با دوباره باعث شد که موضوع بازسازی منطقه که از زلزله پارسال آسیب دیده بود سر زبون‌ها بیفته و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داغ بشه. روزنامه‌های ایران چه نوشتن در این مورد؟ بنیامین، روزنامه‌ها بیشتر جنبه خبری زلزله رو بهش پرداختن و ابراز خوشحالی بابت اینکه این زلزله تلفات جانی نداشته. مثلا روزنامه دولتی ایران از امدادرسانی‌ها در این مناطق خبر داده و نوشته، در حالی که مشاهدات خبرنگارانی که به اون مناطق رفتن و تصاویری که از مناطق زلزله زده منتشر میشه خلاف این رو نشون میده و حاکی از کمبودهایی هست که در این منطقه هنوز وجود داره و بسیاری از زلزله زده ها از آبان ماه سال گذشته در چادر و کانکس زندگی میکنن. خب روزنامه هم به طور مشخص گزارش میدانی داشته از این؟ آره، من روزنامه آفتاب یزد رو انتخاب کردم که یک خبرنگاری رو فرستاده به سر پل ذهاب، رضا بردستانی، و یک گزارش میدانی از اونجا داشته و بعد بیشتر رفته به سراغ واحدهای مسکونی مسکن مهر و به نقل از پیمانکار این طرح نوشته که من اگر جای شما بودم در این واحدها زندگی نمی کردم. از عدم ایمنی این واحدهای مسکونی خیلی مفصل نوشته و حتی به نقل از یکی از شهروندان سرپل زهاب نوشته که این واحدها بعضی هاشون دیوارهاشون بر اثر باد چند روز پیش فرو ریخت، بنابراین چطوری میتونه در مقابل زلزله مقاوم باشه و دووم بیاره؟ اما ظاهراً 20 تا 30 درصد اینطوری که من تو آمار میبینم بازسازی بهتر شده در این، ولی خب همچنان هم خبرهایی که میرسه، گزارش‌های میدانی و تصاویری که ما میبینیم، تعداد قابل توجهی در کانکس و چادر زندگی میکنن. یکی از دلایلی هم که ظاهراً تلفات نداشته آنچنان این زلزله به خاطر همین بوده که خب خیلی ها در چادر زندگی میکنن. بله همینطوره، اما هنوز یه عالمه کمبود اونجا وجود داره که رضا بردستانی رفته به سراغ یه سری از شهروندایی که هنوز اونجا تو چادر و کانکس زندگی میکنن. مثلا یکی گفته که ما دیگه چطوری بگیم که اینجا ده ها خانوار هستن که هنوز نه حمام و دستشویی دارن نه آب مناسب برای نوشیدن. یا اینکه یکی دیگه از ساکنان سرپل ذهاب گفته که تعداد زیادی طی ماهای اخیر گذاشتن رفتن، حتی گفته مثل زمان جنگ برای همیشه از اینجا رفتن به شهرهای دیگه مثل تهران یا شهرهای در استان خوزستان یا خود کرمانشاه، و به خاطر اینکه طاقتشون طاق شده به گفته این شهروندی که اونجا زندگی میکنه. و خبرنگار آفتاب یزد نوشته اینها فقط گوشه هایی از درد دل هاست در اون مناطق. روزنامه همشهری هم گفته از زلزله قبلی در آبان سال گذشته تا الان 5500 زلزله اومده در اون منطقه که 2500 تاش بالای 4 ریشتر بوده و قوی ترینش یک شنبه. خب از زلزله که بگذریم، حرفای آقای ظریف جنجالی شد. ایشون توی ایتالیا در روم گفته بودن که ما دووم میاریم در برابر تحریم ها و مشکلات اقتصادی. روزنامه های نگاهی کردن به این موضوع؟ بله، آقای ظریف که البته گفته بود دوام میآوریم، این خب به یه هشتگ داغ تبدیل شد، همونطور که تو بخش های قبلی هم دیدیم و خیلی جنجالی بود، تا چند روز هم کاربرا در موردش می نوشتن. اما روزنامه ها از منظر دیگه ای به این موضوع پرداختن. مثلا روزنامه خراسان با تیتر هشدار صریح ظریف در قلب اروپا، صحبت های آقای ظریف رو از ابتدا تا انتهای این مطلبش آورده بدون اینکه اشاره بکنه به بازتابی که این صحبت ها داشت در حقیقت در شبکه های اجتماعی و انتقاد هایی که شد. روزنامه اطلاعات هم بخشی از سخنان آقای ظریف رو تیتر کرده و در ادامه مطلبش نوشته به نقل از آقای ظریف، ایران نه 40 سال که 7000 سال دوام آورده و دوام می آورد. ولی خب هیچ کدوم همونطور که گفتم اشاره ای نکردن به انتقاد های گسترده. خب ولی جالبه که همین روزنامه های داخل ایران، حالا
تعدادشون که من دیدم، تو خودت احتمالاً بهتر دیدی، اتفاقاً اثرات تحریم ها رو بررسی کردن و اینکه کاهش در واقع ارزش ریال و همینطور تورم بی سابقه در چند ماه اخیر یا کم سابقه حداقل در چند ماه اخیر و مشکلات عدیده اقتصادی ایران که مرتبط دونستن با تحریم، یعنی در تناقض یک جورایی. درسته. خب ما هم یه عالمه خبر داشتیم از زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که از برجام میاد بیرون، همینطور این قضیه تاثیر خودش رو روی قیمت دلار و سکه و کالاهای مصرفی مردم در ایران گذاشت و خب تناقض داره با صحبت‌های آقای ظریف، همونطوری که تو گفتی. اما تعدادی از روزنامه ها هم پرداختن به مشکلات اقتصادی در ایران، مثلا روزنامه رویداد امروز یا روزنامه جهان صنعت که در شماره ششم آذر ماه خودش تیتر زد پیشروی فقر ادامه داره و از افزایش 87% هزینه های یک خانوار طی یک سال گذشته خبر داد. این تقریبا در همین دوره دقیقاً. اما بازم هیچ کدوم از این روزنامه ها به خصوص به اون بخش از سخنان محمد جواد ظریف که گفته بود ایرانی ها 8 سال جنگ و دووم آوردن و در برابر تحریم ها هم میتونن دووم بیارن اشاره ای نکردن، در حالی که این به یک هشتگ داغ تبدیل شد و انتقادهای گسترده ای رو به همراه داشت. خب ممنونم از تو مهتاب، این هفته هم همراه ما بودی. وبسایت رادیو فردا در این هفته به برخی از هشتگ های انتخابی ما در این برنامه از جمله دوام می آوریم و پوستری که دولت در دفاع از این صحبت محمد جواد ظریف منتشر کرد پرداخت و گزارشی رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش با عنوان ظریف و دوام می آوریم، پوستری که جنجالی شد جدایی از نظر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حرف‌های آقای ظریف، می خونیم که انتشار این پوستر در وهله اول انتقادهایی رو متوجه تیم رسانه‌ای دولت حسن روحانی کرده که چرا چنین پیامی برای مخاطب داخلی که در حال حاضر تحت فشار اقتصادیه میفرسته و باعث ناخرسندی برخی از مردم میشه. همچنین در این گزارش اومده که کاربران ایرانی در توییتر این موضوع رو دستاویزی برای کنایه به تقسیم پست‌های دولتی میان آقازادگان در جمهوری اسلامی به ویژه آقازاده‌های اصلاح طلب در دولت فعلی کردند. اما در پیوند با زمین لرزه روز یکشنبه استان کرمانشاه، رادیو فردا در گزارشی تصویری توضیح میده که با اینکه یک سال از وقوع زلزله پارسال کرمانشاه در واقع گذشته، هنوز بسیاری از زلزله زدگان در چادر یا کانکس با مشکلات زیادی زندگی میکنن و خیلی از اونها امیدی به داشتن سرپناه و مسکن جدید ندارن. با همین گزارش ویدئویی رو میبینیم. لذت آمدیم بیرون، آمدیم اینجا از صبحانه تو چادریم، هیچ رسیدگی به سمان نمکنه، هیچ. در این بخش نگاهی می‌کنیم به اون چه که در یک هفته گذشته مخاطبان رادیو فردا، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروند خبرنگارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. ابتدا ویدئویی داریم از ادامه اعتراض‌های کارگری در چند شهر جنوبی ایران از جمله اهواز و شوش که تمام طول هفته ادامه داشت. Hey ho, 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 hey
آدم گرسنه که هر کاری ازش دست میاد خداگاه. ببین بدم چطور میرزه خداگاه. بابا بچه دارم نمیتونم تاخیرش بکنم. استفراغ میکنه. میز بابا پیغمبر خدا کاش که پیغمبری می اومدن برامو به دادمون برسه. ببین بدنم چطور می نرزه خداگاه. بابا خواهی چیه این ظلمه. بابا خاشقچی خاشقچی گور پدر خاشقچی. بابا ما چکار خاشقچی داریم. بابا این همه خاشقچی رو نگاه کن. ما هم خاشقچی. در پیوند با این اعتراض‌های کارگری، گروهی از دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران روز 7 آذر در حمایت از جنبش کارگری ماهای اخیر در ایران دست به تجمع زدند. فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی. فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی. فرزند کارگرانی کنارشان می‌مانی. فرزند هفت‌سپه خوزستان الگوی زحمت کشان. در اینجا تصاویری می‌بینیم از بی‌خانمانی یک خانواده زلزله زده که سال گذشته خانه خودشون رو در زلزله استان کرمانشاه از دست دادن و به دسفول رفتن، اما در دسفول هم سرپناهی ندارن. ما بچه سرپور هستیم، زلزله زده هستیم. اینجا آمدیم در شهرستان دسفول برای لقمه نون کاسبی هم کنیم. ما خانواده ما از داخل زلزله سرپور از دست دادیم. فقط ما خودمون خانم هست. ما الان سرپناهی در شهرستان دسفول نداریم. اول خدا، دوم شماها. شما اگه میتونین دست دان به دهن دان میرسه یه کمکی از این به سرپناه بکنین، یه کمکی از این مستضعفا بکنین. شما هم اگر مایلید که ویدیوهاتون در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فردگرام به تلگرام ما بفرستید، ولی هر ویدیویی که برای ما میفرستید خواهش میکنم که به شکل افقی ضبط شده باشه. از شما ممنونم که این هفته هم همراه من در این فردگرام بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از اجرای سرود ایران با صدای گروهی از دختران توانیاب مؤسسه توانبخشی همدم. روز و لحظه های خوبی داشته باشید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.